سلام به شما بیننده های کانال بزرگ پاپ کورن مدیا. یک هفته ای میشه که برنامه اسکار مهران مدیری بعد از کلی کش و قوس سر مجوز منتشر شد. برنامه که میگفتن شرط اعطای مجوزش این بوده که مهران مدیری بعد از اون برای تلویزیون سریال بسازه. هرچی بود، بالاخره اسکار پر سر و صدای مهران مدیری شروع شد تا یه بار دیگه مدیری در جایگاه مجری یک برنامه اینترنتی قرار بگیره. تجربه قبلیش رو یادتون میاد که به اسم شب‌نشینی 10 قسمتش هم تولید شد، اما چون شبیه دوره همی بود با شکایت صدا و سیما هیچ وقت به مرحله انتشار نرسید. حالا اسکار اولین اجرای مدیری توی اینترنت محسوب میشه. از قضا توی قسمت اول خیلی شروع خوبی هم داشته. برنامه با حضور 4 تا بازیگر سریال های مدیری، یعنی الیکا عبدالرزاقی، غلامرضا نیکخواه، سحر ولدبگی و نصرالله راده شروع میشه و قراره که 4 قسمت فصل اول با اینا پخش بشه. این افراد هر قسمت یه سری چالش ها یا دقیق تر اگر بخوایم بگیم تسک هایی رو انجام میدن و مدیری بهشون امتیاز میده و در نهایت یکیشون برنده میشه که اسکار رو میگیره. تسک ها و چالش هایی مثل ساخت یه فیلم طنز کوتاه، هدیه آوردن برای بقیه بر اساس شخصیتشون، صحبت با یه فرد چینی بدون مترجم و تسکایی از این دست. بعضی از این تسکا تو قسمت اول خیلی باحال و بامزه از آب در اومد، مثل درخواست تلفنی از یک فامیل رودرواسی دار. اما بعضیاش هم خیلی لوس و بیمزه شد، مثل هدیه آوردن برای همدیگه. بیشتر این چالش ها قبلا ضبط شده و توی استدیو برای تماشاگرها و شرکت کننده ها و مدیری و دستیارش پخش میشه. بعدم دربارش حرف میزنن. اما چیزی که از این برنامه خیلی بامزه و جالب شده گپ و گفت مهران مدیری با شرکت کننده ها، خصوصاً غلامرضا نیکخواه بود. بازیگرا و مدیری کلی با همدیگه شوخی کردن و مدیری کلی سر به سر همشون خاصه نیکخواه گذاشت که خیلی خیلی مخاطبا رو خندوند. البته اون آیتم چینی هم خیلی بامزه از آب در اومد. این جالبه که شرکت کننده های اسکار که قرار با هم دیگه حرف بزنن و چالش اجرا کنن و ما رو بخندونن، هیچ کدوم سوپر استارای گرون قیمت مثل رضا عطاران، جواد عزتی یا پژمان جمشیدی نیستن که از 3 کیلومتری تماشاگر رو از خنده روده بر میکنن. برعکس، بازیگرای درجه 2 سریالای طنزن که معمولا نقشه مکمل بازی کردن، ولی اینجا بدبستون جالبی دارن که برای بیشتر ما مخاطبا قطعا جذابه. شایدم همکاری و آشنایی قبلی اونا با همدیگه سر پروژه های مهران مدیری به این بامزگی برخورداشون کمک کرده باشه. با وجودی که نمیدونیم چالش های اسکار چقدر کپی خارجی هن و چقدر خلاقانه هن، اما چیزی که میبینیم توی قسمت اول بدک نیست و میتونه بهترم بشه. کامنت های مردم هم توی اینستاگرام همینو میگه. اسکار اما 2 تا مشکل داره. یکی این که خیلی تبلیغات داره، یعنی همش انگار تبلیغات تجاری دارن و روی یک مانیتور بزرگ داره آگهی میاد و نیما حامیای مالی رو معرفی میکنه. اما دوم، خود نیما شبان نژاد دستیار مهران مدیریه که اصلا معلوم نیست این وسط چی کار است و قراره چه کاری انجام بده. حالا باید ببینیم که توی قسمت‌های بعدی اسکار بیشتر جا میفته و این ایرادایی که داریم توش میبینیم کمرنگتر میشه یا نه، چالش ها بامزه تر میشن یا نه. باید ببینیم توی قسمت‌های بعدی چی میشه. شما اسکار رو دیدین؟ حتما نظرتون رو توی کامنت همین ویدیو برامون راجع به اسکار بنویسید. کانال پاپ کورن مدیا رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید.